پسران و دختران در مکتب ابتدایی منگر در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار در کنار شاهرای جلال آباد دورهم در فضای باز و بدون صنف‌های درسی درس می‌خوانند. بیش از 700 شاگرد شامل دختر و پسر از صنف اول تا ششم در این مکتب درس می‌خوانند. این یک محیط چالش برانگیز برای شاگردان است. اما معلمان از فاصله های دور به هدف تدریس به این مکتب می آیند. نور خالق یکی از معلمین مکتب منگل می گوید وقتی که باران می بارد صنف های درسی رخصت می شود. ولی صرف وضعیت جوی یگانه مشکل این مکتب نیست. زمانی که باران و طوفان می شود با این مشکل روبرو می شویم. مشکل دیگر این درختان است که 40 تا 50 سال عمر دارند و احتمال چپه شدن آن وجود دارد. مشکل دیگر این است که مکتب بین دو جاده قرار دارد و ممکن شاگردان با موترها تصادف کنند. طالبان تحصیل دختران را بعد از صنف ششم متوقف کرده است، زیرا به گفته آنها با تعبیری که آنان از شریعت اسلامی دارند مطابقت ندارد. اگر چنین پیش برویم شاگردان آینده خوبی نخواهند داشت. در وقت بارندگی هیچ امکانات نداریم. ما ساختمان و صنوف درسی برای درس خواندن نداریم. سازمان ملل متحد میگوید که با منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم بیش از 1 میلیون دختر از تحصیل باز مانده است. اگرچه تخمین شده که 5 میلیون دختر قبل از تسلط طالبان به دلیل امکانات و مشکلات دیگر از تحصیل باز مانده بودند. این ممنوعیت از سوی جامعه جهانی محکوم شده و بزرگترین مانع برای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت قانونی افغانستان شده است. ولی طالبان با این مخالفت ها فراتر عمل کردند و زنان را از تحصیلات عالی، مشاغل و رفتن بر مکانهای عمومی مثل پارک ها نیز ممنوع قرار دادند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.